مقامات انتظامی امریکا هشت زاده ای تاجکستان را در شهرهای لس آنجلس، نیویورک و فلادلفیا بازداشت کردند. آنها به داشتنی رابطه با گروهی وحشت افکن دولت اسلامی یا داعش گمان برند. چند شبکه تلویزیونی از جمله ABC بی نیوز روزی 11 ایون به نقل از منبه های خود در مقامات انتظامی امریکا در این باره گزارش دادند. به گفته منابع تفتیش اولیه بازداشته ها در مرز هیچ خطری را آشکار نکرد و بینابرین به آنها اجازت دادند که وارد خاک امریکا شوند. گفته می شود اینی زمان مقامات به اخراج آنها از قلم روی ایالات متحده تلاش دارند چون برای اثبات گناه آنها در تروریسم دلیل های کافی در دست نیست. به نویشته رسانه ها اینی حال گمانبران در بازداشگاه های اداره مهاجرت نگاه داشته می شوند عملیات بازداشت در هماهنگی با بخش مبارزه با تروریسم خدمات فدرالی کشف آمریکا صورت گرفته است روزنامه نیویورک پست با تکیه به منبعهایش نوشته است که مقامات صحبت‌های تلفنی شخصان گمانبر را گوش می‌کردند و گویا یکی از آنها درباره بمب صحبت داشته است پریزیدنت آمریکا جو بایدن هفته قبل دستور داد مهاجرانی که از مرز غیر قانونی عبور میکنند در حال اخراج شوند قبلا افسران اداره مهاجرت حق اخراج مهاجران را نداشتند و تنها دادگاه چنین حکم میبرآورد در همین حال روزی دهم ده ایون رسانه های امریکا نوشتند که مقامات انتظامی در ایالت کالیفرنیا دستور گرفتند که مهاجران بالیغ یعنی شهروندان تاجکستان، اوزبکستان و چندی از کشورهای دیگری پساشوروی را که از گذرگاه سندیگو وارد امریکا می شوند در حال اخراج کنند. این گذرگاه یکی از مسیرهای اساسی ورود مهاجران از مرز مکسیکا به خاک امریکا است.